درود به همه عزیزان و همراهان. دیشب یه اتفاق خیلی خاصی افتاد توی ایران که خب من تمام شب رو تا همین دقایق پیش صدها پیام رو داشتم از دوستان عزیز روی اینستاگرام، روی فیسبوک، روی تلگرام، و برای من ویدیویی رو فرستاده بودن از گفتگویی که حسین دهباشی، یکی از مجریان جالبی که الان تو تلویزیون جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه، یک برای من خیلی جالبه، تاریخدان بسیار خوبی هست این آقای دهباشی، خیلی آشنایی جالب و عجیبی با تاریخ داره، و ایشون صحبتی رو کرد، با مصاحبه‌ای رو داشت، گفتگوی طولانی رو با سید هادی خامنه‌ای، برادر کوچکتر سید علی خامنه‌ای، که برای من بسیار جالب بود. وقتی برای من فرستادن، البته دوستانی که فرستادن از من خواستن دقیقه 21 به بعدش رو نگاه کنم، من نگاه کردم، شوکه شدم، و شوکه که خب انتظار داشتم، ولی خب در این حد که توی تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی این بحث بیاد مطرح بشه خیلی جالب بود برام. و آقای حسین دهباشی از شروع میکنه درباره مسائل تاریخی، زندگی نامه، خاطرات برادر کوچیک سید علی خامنه‌ای صحبت میکنه و میاد جلو تا میرسه به اینجایی که ازش درباره دانشگاه پاتریس لومونبا میپرسه. توی کتاب رفیق آیت الله، اگرچه این کتاب توسط رسانه های فارسی بیرون کشور، نه همشون، بسیاریشون بایکوت شد، ولی راه خودش رو باز کرد و 100 سال از تاریخ سرزمینمون رو این کتاب 700 صفحه‌ای داره به دوش میکشه و به راحتی نمیتونستن ازش عبور بکنن، به راحتی نمیتونستن بایکوتش بکنن. بعد از اینکه بیانیه رسمی روی وبسایت رسمی خامنه‌ای قرار گرفت که کتاب رو به کل تکذیب کرد، به خود من شروع کردن حمله کردن، داماد خامنه‌ای مصباح الهدا باقری کنی اومد وایساد و تئوری داد که آی در نمیدونم توی دانشگاه امام صادق تو کرسی‌های آزاد اندیشی گفت ما در قبال کتاب رفیق آیت الله باید نویسنده کتاب رو بکوبیم و از هستی ساقطش بکنیم، به جای اینکه بخوایم کتاب رو دربارش صحبت بکنیم و بحثی رو مطرح بکنیم. با وجود همه این حرفا نتونستن کاری بکنن، چون دیگه تو دنیای امروز نمیشه مردم رو توی قوطی گذاشت، نذاریم بهشون اخبار برسه، به خصوص رسانه‌های اجتماعی این اجازه رو نمیدن. کتاب رفیق آیت الله با وجود این بایکوت خبری سنگینی که روش گذاشته شد، بیشتر از 1 میلیون بار دانلود شد و حالا به تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی کشید. و بذارید با هم بریم پرسشی رو که داره میپرسه حسین دهباشی از سید هادی خامنه‌ای با هم ببینیم، بعد و برگردیم و یک فیلم دیگه رو ببینیم. امروز من خیلی کوتاه فقط با شما درباره این قضیه صحبت میکنم و با هم دیگه سلبریت بکنیم این سنگرهایی رو که یکی یکی داره کتاب تاریخی رفیق آیت الله داره فتح میکنه. بذارید با هم مصاحبه رو اول ببینیم درباره چه چیزی داریم حرف میزنیم. از انقلاب شما غیر از اون دوره که دانشگاه تشریف بردید دانشگاه دیگری هم رفتید؟ برای درس نه. برادران دیگه تون هیچ کدوم برای درس؟ برادر بزرگ ما اصل محمد دانشگاه حقوق رو با لیسانس گذروندن، حقوق تهران برد. و عقبی رهبر نخیلشون دانشگاه نرفت. چند سال قبل از این جلسه خدمتتون بپرسم که شبکه تلویزیون روسیه امروز راشیا تودی گزارشی رو منتشر کرد که به مناسبت سالگرد دانشگاه پاتریس لومونبا در مسکو بود و در اونجا ذکر کردش که در شمار تحصیل کردگان این دانشگاه که برای فارغ التحصیلان غیر روسی تأسیس شده بود، نام آقای خامنه‌ای ذکر شده، که ابتدا گفتن که منظور احتمالاً شخصی هستش که منظور آقا هستش، منظور رهبری هستش، بعد گفتن که خب شاید ایشون نباشه و یکی دیگر از برادران باشه.
شما چنین چیزی رو در خاطر دارید که بعد الان روسیه تشریف برده باشن دانشگاه فارسیستون باشن؟ من خاطر ندارم، خودم که تا به حال اصلا اونجا مسافرت نکردم و بعیدم میدونم اخوان دیگه هم چنین کاری یه دوره طولانی رفته باشن درس خونده باشن. پس احتمالا اولی خامنه دیگه بوده، چون خب خامنه ممکنه زیاد باشه از این خامنه ها، چون خب بخشی از کسانی که به روسیه رفتن و با شوروی و نام همکاری داشتن مثل طالبوف و همسان اینا خامنه ای بودن، میدونید که اینا اهل خامنه بودن. خب البته من تصور میکنم که طالبوف و اینها نمیتونستن مستاق باشن تو بحث قبلشون، ما دوره مشروطیت هستشن، خیلی خیلی فاصله دارن. اما میرسیم به در دوره مشروطیت این دانشگاه نبوده اصلا اونجا. اینجوری که دارن آمار میدن صحبت دهه 50 هست، یعنی یک نفری در دهه 50 رفته و اونجا و پسوند نامش خامنه ای بوده و به همین جهت چون ها میگردن تو مشاهیر به اعتمان خیلی ساده جستجو کردن تصور کردن عکسی یا چیزی نبوده، فقط با یک نام در واقع مطرح کرده بودن. خب این ویدیو رو من روی صفحه فیسبوک امیرعباس فخرآور، صفحه فیسبوک خودم گذاشتم و لینک کاملش رو هم میتونید ببینید. این بخشی که حالا درباره این مسئله کتاب رفیق آیت الله هست و داره اشاره میکنه به مجری برنامه، داره اشاره میکنه به ویدیویی که من توی کتاب رفیق آیت الله همون اول کتاب نوشتم، که به خاطر دیدن اون ویدیو اصلا من نوشتن این کتاب رو شروع کردم. ویدیویی از تلویزیون دولتی روسیه و بعد به نظر میاد توی خانواده خامنه ای تصمیم گرفتن بیان بگن که حالا دیدن دیگه نمیتونن بگن که نبوده، این ویدیو دروغه، چون ویدیو داره میگه که خامنه ای توی دانشگاه پاتریس لومونبا رفته درس خونده. بعد تصمیم گرفتن بیان بگن که یک خامنه ای دیگه بوده و حتی صحبت از این بود که میبینیم برادرش سید هادی خامنه ای میگه که طالبوف بوده و مجری خیلی خوب مچش رو میگیره و اعلام میکنه آقای حسین دهباشی که البته اون مال دوران انقلاب مشروطه بوده و هیچ ربطی از لحاظ تاریخی به این دوره نداره، چون حدود نیم قرن فاصله است بین این دوتا. که بعد سید هادی خامنه‌ای هم میگه او یعنی اون زمان این دانشگاه نبوده. بله، این دانشگاه در سال 1960 تأسیس میشه، یعنی بیشتر از نیم قرن فاصله است بین دوران انقلاب مشروطه و تأسیس این دانشگاه اصلا. بعد و بعد سعی میکنن بگن که خب یک خامنه‌ای دیگه حتما بوده. ولی بذارید با هم دیگه ببینیم اصل ویدیویی که دارن دربارش صحبت میکنن آیا دارن درباره یک خامنه ای دیگه حرف میزنن، ما داریم اشتباه میکنیم. بذارید ببینیم درباره کدوم خامنه ای دارن حرف میزنن، یک نگاهی به اصل ویدیو بکنیم. من ویدیو رو براتون، این ویدیو مال شبکه دولتی تلویزیون روسیه است، راشا تودی، بعد که در سال فوریه 5 فوریه سال 2010 در 50مین سالگرد تأسیس دانشگاه پاتریس لومونبا این برنامه ساخته میشه. تلویزیون دولتی روسیه میاد یک خبرنگاری رو به اسم خانم مارینا زروبین، که این خانم توی کتاب رفیق آیت الله من توضیح دادم این خانم کی، این خانم فوق لیسانسش رو از دانشگاهی در انگلستان میگیره و بعد میاد استخدام میشه به عنوان یک خبرنگار توی تلویزیون دولتی روسیه. حالا داره این خانم توضیح میده درباره 50مین سالگرد تأسیس دانشگاه پاتریس لومونبا که با رئیس دانشگاه حالا میرن صحبت میکنن. رئیس دانشگاه دکتر فیلیپوف میگه وقتی که دانشجوها برمیگردن به کشورهای خودشون، فارغ التحصیلای این دانشگاه، اینا میرن که به منافع شوروی در واقع تو کشورهای خودشون کمک بکنن. اینا یک مجموعه از نخبگان هستن، نه فقط نخبگان سیاسی، میگه نخبگان علمی، فرهنگی، هنری. و حالا خانم مارینا زروبین، قبلش ما دیدیم دکتر فیلیپوف رئیس دانشگاه بودش میگفت، و این خانم خبرنگار ادامه میده میگه این 50 ساله که این دانشگاه داره این کارو میکنه، میگه در سال 1960 بسیار تاریخ مهمیه که این دانشگاه اون سال تأسیس شده، برای اینکه خیلی از کشورهای آفریقایی، میگه خیلی از کشورهای آفریقایی در همین حوالی سال 1960 اینها استقلال خودشون رو پیدا میکنن و این دانشگاه اصلا تأسیس میشه که ما جوانهایی رو از اونجا بیاریم توی دانشگاه پاتریس لومونبا توی مسکو، اینها رو تربیت کنیم، اینها رو تبدیل به رهبران بکنیم برای خودشون و برگردونیم اینها رو توی کشورهای خودشون. بذار ببینم در ادامه چی میگه.
acquire skills and to learn from the experience of the back then Soviet Union and established ties. Among the alumni, there are many notable high-level politicians. میگه among the alumni are very notable high-level politicians. میگه در بین فارغ التحصیلان این دانشگاه تعدادی از سیاستمداران بسیار معروف و شناخته شده حضور دارن. ببینیم مثل کیا؟ برای مثال ولی فقیه ایران علی خامنه ای و همینطور محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین. دوباره این بخش رو کامل گوش کنید. And this university was a choice for them to acquire skills and to learn from the experience of the back then Soviet Union and established ties. Among the alumni, there are many notable high-level politicians, for instance, the Supreme Leader of Iran, Ali Khamenei, as well as Mahmoud Abbas, the leader of the Palestinian Authority. And over the years, many alumni say that the goals of the university have not changed much. که در ادامه میگه خیلی از فارغ التحصیلایی که توی مراسم شرکت کردن گفتن در طول سالها هدف این دانشگاه تغییری نکرده. خب اینجا یه نکته. اولا پس شنیدیم که یک خامنه ای نبوده که چون حالا اهل خامنه بوده اونجوری که الان خانواده خامنه ای برادر کوچیکش داره اعلام میکنه که میگه شاید یه خامنه ای دیگه ای بوده. بالاخره خامنه ای ها زیادن که رفتن تا هر کی اهل خامنه ای بهش میگن خامنه ای. ولی من فکر نمیکنم که ما تعداد زیادی خامنه ای داریم که the supreme leader of Iran علی خامنه ای باشن. ما تعداد زیادی خامنه ای نداریم که علی خامنه ای باشن و ولی فقیه جمهوری اسلامی باشن. فهم کنم تو تمام کره زمین و طول تاریخ بشر ما فقط یک دونه علی خامنه ای که ولی فقیه ایران باشه داریم. یعنی چیزی که برادر خامنه ای سعی میکنه بپیچونه سوال اینه. تلویزیون دولتی روسیه داره میگه شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. دوباره یه بار دیگه بشنویم اینو. Foreign students and the date 1960, the date of the foundation, is very significant because that's where many African countries gained their independence from colonial powers. And this university was a chance for them to acquire skills and to learn from the experience of the back then Soviet Union and established ties. Among the alumni, there are many notable high-level politicians, for instance, the Supreme Leader of Iran, Ali Khamenei, as well as Mahmoud Abbas, the leader of the Palestinian Authority. And عجب. یه بار دیگه بذارید ببینیم درست شنیدیم از آقای برادر کوچیک سید علی خامنه ای توی این برنامه‌ای که دیشب داشت توی تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی. دوباره با هم بشنویم. شما غیر از اون دوره که دانشگاه تشریف بردید دانشگاه دیگری هم رفتید؟ برای درس نه. برادران دیگه تون هیچ کدوم برادر بزرگ ما اصل محمد دانشگاه حقوق رو تا لیسانس گذروندن. حقوق تهران و عقبی رهبر نخیلی چون دانشگاه نرفت. چند سال قبل از این جلسه خدمتتون بپرسم که شبکه تلویزیون روسیه امروز راشیا تودی گزارشی رو منتشر کرد که به مناسبت سالگرد دانشگاه پاتریسیومبا در مسکو بود. همین گزارشی که الان نشونتون داده که در شمار تحصیل کردگان این دانشگاه که برای فارغ التحصیلان غیر روسی تأسیس شده بود نام آقای خامنه ای ذکر شده که ابتدا گفتن که منظور احتمالاً شخصی هستش که منظور آقا هستش، منظور رهبری هستش. بعد گفتن که خب شاید ایشون نباشه و یکی دیگر از برادران باشه. شما چند چیزی رو در خاطر دارید که برادران روسیه تشریف برده باشن دانشگاه پاتریسیوم باشن؟ من خاطر ندارم. خودم که تا به حال اصلا اونجا مسافرت نکردم و بعیدم میدونم اخوان دیگه همچنین کنیم. یه دوره طولانی رفته باشن درس خونده باشن. پس احتمالاً آقای خامنه‌ای دیگه ای بوده، چون خب خامنه‌ای ممکنه زیاد باشه از این خامنه‌ای ها، چون خب بخشی از کسانی که به روسیه رفتن و با شوروی اینا همکاری داشتن مثل طالبوف و امثال اینا خامنه‌ای بودن. میدونید که اهل خامنه بودن. خب البته من تصور میکنم که طالبوف و اینها نمیتونستن مستاق باشن تو بحث قبلشون. ما دوره مشروطیت هستش، خیلی خیلی فاصله دارن.
اما میرسیم به در دوره مشروطیت این دانشگاه نبوده اصلا. اینجوری که دارن آمار میدن صحبت دهه 50 هست، یعنی یک نفری در دهه 50 رفته و اونجا و پسوند نامش خامنه ای بوده و به همین جهت چون ها میگردن تو مشاهیر به اعتمان خیلی ساده جستجو کردن تصور کردن عکس یا چیزی نبوده، فقط با یک نام در واقع مطرح کرده بودن. خب حالا یه نکته جالبتر، الان اگر خامنه ای رفته باشه تو دانشگاه پاتریس لومبو، چون یکی دیگه از چیزایی که من امروز دیدم حدود یک ساعت پیش، کمتر از یک ساعت پیش، آقای مسعود صدر درود به شرفشون همین برنامه رو پخش کردن اتفاقا و چند نفر اومده بودن روی خط که صحبت بکنن، برمیگرده این کسایی که تلفن میزنن بسیجی‌ها یه سری میان و شروع میکنن حالا شبهه اندازی، حالا یه جور دیگه میخوام بگن، حالا میگن خب بالاخره رهبر جمهوری اسلامی باید برای ما افتخار باشه که آقای خامنه‌ای رفته در دانشگاه درس خونده در یک دانشگاه خارجی. اینها ما درباره چه جور دانشگاهی داریم صحبت میکنیم؟ کتاب رفیق آیت الله صفحه 139، برای اولین باری که اسم دانشگاه پاتریس لومونبا مطرح شد در رسانه های غربی، کنفرانسی بود که این کنفرانس در سال 1979 برگزار شده بود، 5 جولای سال 1979 برابر تیر ماه 1358، یعنی چند ماه بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی در ایران. اینا که براتون میخونم صفحه 136 کتاب رفیق آیت الله، اون مربوط به اون بخش رایگانه که در اختیار همه عزیزان قرار گرفته رو فایل کتاب که تو همین صفحه تلگرام کتاب میتونید اونجا دانلودش بکنید و گفتم بیشتر از 1,000,000 بار تا حالا دانلود شده، حالا آخرین آمارش رو ندیدیم ظرف هفته های گذشته به چقدر رسیده، اونجا میتونید این رو ببینید، این 140 صفحه رایگان رو بگیرید که هدیه ای از طرف من به عنوان نویسنده کتاب و ناشر کتاب آقای بیژن خلیلی به همه شما عزیزان. صفحه 136 بذارید بخونم براتون. برایان کروزیر رئیس انستیتوی مطالعات جنگ در لندن از نخستین کسانی بود که از راز دانشگاه پاتریس لومونبا به عنوان مرکز تربیت تروریست زیر نظر سازمان امنیت شوروی پرده برداشت. وی این مطلب را در کنفرانس سه روزه تروریسم بین الملل چالش و واکنش که در شهر اورشلیم در اسرائیل از تاریخ 2 تا 5 جولای 1979 برابر به 11 تا 14 تیر ماه 1358 برگزار شده بود عنوان کرد. این کنفرانس توسط انستیتوی جاناتان نتانیاهو به مدیریت جوان با استعدادی به نام بنیامین نتانیاهو برگزار شده بود. بنیامین نتانیاهو که به تازگی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های MIT و هاروارد در رشته‌های معماری و علوم سیاسی به پایان رسانده بود، از 1978 تا 1980 میلادی مدیریت این انستیتوی مطالعاتی ضد تروریسم را که نام برادر وی را بر آن نهاده بودند به عهده داشت. که توضیح دادم برادر نتانیاهو، اون زمان بنیامین نتانیاهو که الان نخست وزیر اسرائیل حدود 70 سال سن داره، اون زمان 30 ساله بود و توی 30 سالگی خودش این کنفرانس رو گذاشته بود توی اسرائیل، تازه دانشگاه درسش رو خونده بود، برگشته بود اسرائیل تو دانشگاه هاروارد و دانشگاه MIT توی آمریکا که دوتا از بهترین دانشگاه‌های آمریکا هستن، برگشته بود و حالا اونجا مؤسسه‌ای رو به اسم برادرش که برادرش یکی از کشته شدگان حوادث تروریستی بود که با تروریست‌ها داشت می‌جنگید. و حالا برایان کروزیر این استاد بزرگ مطالعات تروریسم در دنیا که کتاب برایان کروزیر رو رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا به عنوان انجیل مبارزه با تروریسم، بایبل مبارزه با تروریسم بهش لقب داده بود. برایان کروزیر در بخشی از سخنرانیش با عنوان حمایت شوروی از تروریسم بین المللی اینگونه به معرفی کمپ‌های پرورش تروریست در اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومونبا در مسکو پرداخت. خب ببینیم این دانشگاه چیه. در طی سالیان طولانی شورش در سرزمین‌های آفریقایی که مستعمره کشور پرتغال بودند، سازمان‌های زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی به تربیت و پرورش صدها و هزاران تروریست و چریک مسلح برای انجام عملیات مسلحانه ضد حکومتی پرداختند. مراکز اصلی و شناخته شده پرورش این تروریست‌ها در مسکو، باکو، سیمفروپل، شبه جزیره کریمه، تاشکند و اودسا قرار دارند.
با توجه به اطلاعات دقیقی که از فراریان این کمپ‌های پرورشی تروریست در فاصله سال‌های 1964 تا 1974 میلادی به دست آمده است، فراموش نکنیم خامنه‌ای از 1964 تا 1968، 1343 تا 1347، یعنی درست توی همین فاصله سال‌ها توی این دانشگاه بوده، به دست آمده است، این امکان ایجاد شده تا تصویری دقیق از این قرارگاه‌های پرورش تروریست داشته باشیم. بر پایه این اطلاعات می‌دانیم که در این مراکز دو دسته از افراد آموزش می‌بینند: کمونیست‌های ارتودکس و ملی‌گرایان آزادی‌خواه. جریانات ارتودکس تحت تعلیم شامل اعضای احزاب کمونیستی پیرو خط مسکو از کشورهای مختلف هستند که در آغاز ورود به مسکو برای 6 ماه در انستیتوی لنین تحت تعلیم قرار می گیرند. ورودی های خط ملی گرایان آزادی خواه در ابتدا برای گذراندن دوره های درسی و آکادمیک به دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومونبا در مسکو وارد شده و از بین آنها تعدادی برای گذراندن دوره های تکمیلی در کمپ های پرورش تروریست که در بالا اشاره شد برگزیده می شوند. این مجموعه معمولاً از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، سرزمین‌های عربی، خاورمیانه، اروپای غربی، خاور دور و استرالیا انتخاب می‌شوند. در دروس آموزشی در این مراکز شامل پروپاگاندا و جنگ روانی و تبلیغاتی، ساخت بمب و هدفگیری، خرابکاری و سابوتاژ، درگیری‌ها و جنگ‌های خیابانی، حمله به ساختمان‌ها و تاکتیک‌های تروریستی می‌باشد. اینا عیناً از متن سخنرانی سال 1979 1358 تیر ماه 1358 آقای برایان کروزیر توی این کنفرانس من درآوردم که کار بسیار مشکلی هم بود از زیر آوار تاریخ این چیزها رو یکی یکی بیرون کشیدن. اما ببینم خیلی از شماهایی که الان دارید این صحبت رو گوش میکنید با هم هستیم، ما هممون دانشگاه رفتیم دیگه. کدوم یکی از شماها توی دانشگاه‌هایی که رفتین توی اون دانشگاه ساختن بمب، جنگ‌های خیابانی، تخریب اموال عمومی، نمیدونم جنگ روانی، این چیزها رو توی کدوم یکی از این دانشگاه‌هایی که شما یا ماها رفتیم شرکت کردیم داشتن این چیزها رو درس میدادن؟ ادامه. برایان کروزیر در ادامه سخنرانیش به معرفی مشهورترین دانشجوی دانشگاه پاتریس لومونبا تا آن تاریخ رامیرز سانچز معروف به کارلوس شغال می‌پردازد. کروزیر این تروریست معروف اهل ونزوئلا را به این شکل معرفی می‌کند: تا به حال مشهورترین دانشجوی دوره‌های تروریستی دانشگاه پاتریس لومونبا کارلوس معروف به شغال می‌باشد که پدر کمونیستش به واسطه علاقه به لنین وی را ایلیچ نامید. نام واقعی وی رامیرز سانچز بود. کارلوس توسط کاگبه در سرزمین مادریش ونزوئلا جذب و به کار گرفته شد. در دهه 60 میلادی به کوبا فرستاده شد تا تحت تعلیمات جنگ روانی چریکی و عملیات تروریستی زیر نظر سرهنگ کاگبه ویکتور سیمونوف قرار گیرد. حالا سال 1358 داره میگه تا اون زمان معروفه، چون کارلوس اون موقع اسمش خیلی تمام جاها اسمش مطرح بود، الان تو یک زندان دولتی در فرانسه است خود همین کارلوس. اما خب خیلی جالبه، تا اون زمان مطمئنا خامنه‌ای هنوز معروف نیست. و جالب اینجاست که من ادامه کتاب این رو نوشتم: بنیامین نتانیاهو مجموعه سخنرانی‌های ارزشمند کارشناسان در این کنفرانس را در کتابی با عنوان تروریسم بین‌الملل در اول ژانویه سال 1980 میلادی منتشر کرد. اما راز بزرگ دیگری که برایان کروزیر 1980 میلادی من فقط 5 سالم بود اون موقع که این کارها داشت انجام می‌شد. با تاریخ نمیشه شوخی کرد. ممکنه کسانی بیان در آینده که خودشون تو اون زمان‌ها نبودن و تاریخ رو در بیارن و بنویسن. اما راز بزرگ دیگری که برایان کروزیر در آن زمان از آن اطلاع دقیقی نداشت این بود که کاگبه دسته سومی را هم به افرادی که در این کمپ ها آموزش می دیدند اضافه کرده بود که همان طلبه های مدارس علوم دینی در خاورمیانه و ایران بودند. شاید آن زمان کروزیر و نتانیاهو فکرش را هم نمی کردند که فارغ التحصیلان دیگری همچون سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از پاتریس لومونبا بیرون آمدند که بسیار مشهورتر از کارلوس شغال خواهند بود. پس از آن تاریخ در بسیاری از کتاب‌ها و مقالات به نقش دانشگاه پاتریس لومونبا در پرورش تروریسم بین‌المللی اشاره شده است. خب چند سفر بذارید من رد کنم بیام و برسیم به اینجایی که در صفحه 147 کتاب، کسایی که کتاب رو خریدن این بخش رو حالا میتونن ببینن، چون بعد از صفحه 140 دیگه رایگان بیرون گذاشته نشده. این بخش داره درباره یاسر عرفات و محمود عباس صحبت میکنه که چطور هر دوی اینها، حالا این به قول به نقل از کجاست، کتاب
جنرال پاچیپا کتاب دیس اینفورمیشن نوشته جنرال پاچیپا کتاب دیس اینفورمیشن یا دروغ جنرال پاچیپا رئیس پلیس مخفی رئیس پلیس مخفی رمز منو نبینید لطفا سیکرت سرویس یا همون پلیس مخفی رومانیه و بسیار هم همکاری نزدیکی با کاگبه سازمان امنیت شوروی داشته خود این جنرال پاچیپا که حالا بعد که میاد به غرب پناهنده میشه توی کتاب خودش اینجوری می‌نویسه جنرال ایان پاچیپا در کتاب خود با عنوان دیس اینفورمیشن یا دروغ با اشاره به اینکه یاسر عرفات رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین دست پرورده سازمان امنیت شوروی بوده است و زمانی که دستش برای همه رو شده بود که با شوروی ارتباط دارد باید جایش را به فرد دیگری میداد به جانشین عرفات در این سمت می‌پردازد و می‌نویسد خود عرفات مأمور شوروی بود وقتی آبروریزی میشه میان حالا جاش رو عوض بکنن کس دیگه‌ای رو میان بذارن به جاش کیو می‌خوام بذارن به جاش یک رهبر جدید عیناً ترجمه از کتاب دیس اینفورمیشن آقای جنرال پاچیپای رئیس پلیس مخفی رومانی یک رهبر جدید که ظاهری غربی تر داشت انتخاب شده بود تا جانشین یاسر عرفات شود که سابقه خونین داشت و حالا از مد افتاده بود وقتی محمود عباس به عنوان جانشین یاسر عرفات رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطینی شد کمتر کسی میدانست که وی در اتحاد جماهیر شوروی تحصیل کرده است محمود عباس فارغ التحصیل دانشگاه پاتریس لومونبا در مسکو بود این دانشگاه توسط کاگبه سازمان امنیت شوروی کنترل و هدایت میشد هدف اصلی و محرمانه این دانشگاه تربیت نسل جدیدی از متخصصان خارجی بود که پس از فارغ التحصیلی در کشورهای خودشان بتوانند منافع کاخ کرملین یا همان مرکز فرماندهی اتحاد جماهیر شوروی را ترویج کنند نخستین گروه از دانشجویان خارجی این دانشگاه که 288 نفر از 47 کشور خارجی بودند در 1965 میلادی فارغ التحصیل شدند. مدت زمان کوتاهی پس از آن ژنرال الکساندر ساخاروفسکی که مشاور ارشد پلیس مخفی رومانی از طرف اتحاد جماهیر شوروی بود از پلیس مخفی رومانی که تحت نظر من فعالیت میکرد خواسته بود تا وی را در یافتن دانشجویان خارجی با استعداد که گرایش دوستانه‌ای به اتحاد جماهیر شوروی داشته باشند کمک کنیم. وی می‌خواست به این دانشجویان کمک هزینه برای تحصیل در دانشگاه پاتریس لومونبا داده شود. تا جایی که من می‌دانم، جنرال پاچیپا داره میگه، تا جایی که من می‌دانم به یقین میتوان گفت همه دانشجویان خارجی در دانشگاه پاتریس لومونبا به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم همکاری بسیار نزدیک با شعبه‌های سازمان امنیت شوروی در نقاط مختلف دنیا داشتند. جناب آقای سید هادی خامنه‌ای. خر خود پاتریس لومونبا یک دانشگاه نیست. پاتریس لومونبا مرکز پرورش جاسوس و تروریست در قلب مسکو است. که جوانان مثلا مستعد رو از کشورهای مختلف دنیا جمع می‌کردن، تعلیم می‌دادن، تبدیل به جاسوس می‌کردن، تبدیل به تروریست می‌کردن، برمیگردوندن توی کشورهای خودشون که اینها کمکشون می‌کردن با اسلحه با پول، با امکانات، با اطلاعات مخصوصاً با سازماندهی و اینها با کمک سازمان امنیت شوروی میتونستن تو کشورهای خودشون آشوب، بلوا، انقلاب به پا بکنن. 38 سال پیش این روزها در ایران عزیز ما همین روزها همین گروه‌های تعلیم دیده توی سازمان امنیت توی مسکو توی امثال دانشگاه پاتریس لومونبا و توی کمپ‌های شوروی تو خاورمیانه همین روحانیون مسلح و اطرافیانشون مزدوران شوروی توی خیابون‌های تهران تو خیابون‌های شهرهای بزرگ ایران آبادان، مهاباد، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز داشتن بمب‌گذاری می‌کردن داشتن به ادارات دولتی حمله می‌کردن به سینماها حمله می‌کردن به مقرهای پلیس حمله می‌کردن اسلحه ها رو می‌دزدیدن و همه سازماندهی شده توسط سازمان امنیت شوروی برای اینکه امنیت رو در کشور از بین ببرن اعتماد به نفس شاه و نیروهای امنیتی کشور رو از بین ببرن که شاه بذاره بره و تصور پیش بیاد با کمک کسانی هم که به رسانه های ایران اون زمان نفوذ داده بودن به تلویزیون ملی ایران به رسانه های به رادیوها نمیدونم به رادیو، تلویزیون، روزنامه ها انواع و اقسام آدم هاشون جاهای مختلف داشتن کار میکردن این شکلی حبل انقلابی رو زدن
که ارتشی پشتش نبود، یعنی میلیون ها مردمی که ازش صحبت میکردن، این روزهای 38 سال پیش وجود خارجی نداشت. افسانه هایی که همینجوری انقدر برای ما تکرار کردن که ما باور کنیم. جنایت بزرگی تو کشور رخ داد. شناختنش به ما کمک میکنه دست کم بدونیم با چه کسانی طرف هستیم، دست کم بدونیم دردمون چیه و بتونیم بریم درمانش رو پیدا بکنیم. امروز میخواستم فقط راجع به این موضوع براتون صحبت بکنم. برای من خیلی جالب بود. بحث حالا کشید به رسانه عمومی، یعنی دیگه نمیتونن مخفی بکنن قضیه رو و به خستگی از تنم در رفت. 4 سال زحمت شبانه روزی برای نوشتن این کتاب، با وقتی این چیزها رو میبینم واقعا خستگی از تنم در میره. فحش خوردیم، توهین شنیدیم، بایکوت شدیم، همه گرفتاری ها رو کشیدیم، اما خوشحالم که حالا سربلندم و این کتاب هم حالا با تاریخ ما کار خواهد داشت. کسانی که میخوان کتاب رفیق آیت الله رو داشته باشن به وبسایت comrade.com.org مراجعه بکنن. خواهش میکنم ادمین ها این زیر لینک رو بذارن و اونجا میتونید کتاب رو تهیه بکنید. کسانی هم که میخوان کتاب رفیق آیت الله رو با امضای خود من داشته باشن، شما توی هر کدوم از این برنامه ها فقط یک گوشه‌ای دارید میبینید از تحولاتی که توی این کتاب هست، از رازهایی که توی این کتاب رمزگشایی شده. صدها راز بزرگ، صدها علامت سوال بزرگ رو توی این کتاب پاسخش رو میتونید پیدا بکنید. کسانی که فقط کتاب رو خوندن میتونن بفهمن من چی دارم میگم. اگر کتاب رو میخواید در اروپا از کتاب فروشی فروغ در شهر کلن آلمان که مرکز پخش کتاب هست میتونید کتاب رو تهیه بکنید مستقیما، یا میتونید از روی وبسایتش سفارش بدید. در کانادا تورنتو، شهر تورنتو، کتاب فروشی پگاه میتونید کتاب رفیق آیت الله رو اونجا تهیه بکنید. در لس آنجلس از طریق شرکت کتاب در بلوار وست وود که ناشر کتاب رفیق آیت الله هم هست میتونید این کتاب رو اونجا تهیه بکنید. در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هم از کتاب فروشی ایران بوک میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. در وبسایت آمازون هم میتونید به فارسی یا انگلیسی اسم کتاب رفیق آیت الله یا کمرد آیت الله یا اسم خود من رو امیر عباس فخرآور رو به فارسی یا انگلیسی اگر سرچ بکنید کتاب رفیق آیت الله براتون توی آمازون بالا میاد و اونجا میتونید توی آمازون هم این کتاب رو سفارش بدید و دریافتش بکنید. اگر هم با امضای خود من کتاب رو میخواید به همین صفحه فیسبوکی که الان با هم دیگه داریم صحبت میکنیم درش، به همین صفحه ایمیل خصوصی بزنید و دوستان ادمین ها شما رو هم راهنمایی خواهند کرد که چطور میتونید کتاب رفیق آیت الله رو با امضای خود من دریافت بکنید. باز هم تبریک میگم به همه شما عزیزان. روی تلگرام، صفحه تلگرامی کتاب رفیق آیت الله هست @irankagebe و فراموش نکنید همین صفحه فیسبوکی امیر عباس فخرآور رو هم لایک بکنید و دوستان خودتون رو هم دعوت بکنید که این صفحه رو بیان لایک بکنن تا ما بتونیم با مخاطبان بیشتر. روی مرز 20,000 نفر نشستیم، 20,000 نفری که به قول یکی از دوستان میگفت اینها با آدمهای عادی فرق میکنن، اینها یکی مرد جنگی به 100,000 هر کدومشون و واقعا راست میگه. با این همه تهدید و فشاری که وجود داره، تهدیدهای امنیتی و همه چیزی که وجود داره، عزیزانی که اینجا وایسادن با ما دارن میان همراه هستن، واقعا شهامت و شجاعت خودتون رو نشون دادید در مسیر مبارزه و به این ارتش 20,000 نفره افتخار میکنم و امیدوارم که بتونیم همینجوری رشدش بدیم، بیشترش بکنیم و از این طریق بتونیم تمام این رسانه هایی رو که نمیذارن مردم واقعیت ها رو ببینن، تمام اون رسانه ها رو هم یک مقدار شرمنده شون بکنیم. کسانی هم که در یوتیوب این برنامه رو دارن دنبال میکنن، فراموش نکنید همین زیر سابسکرایب بکنید، مشترک بشید روی این صفحه یوتیوبی خود من امیر فخرآور که از این طریق بتونیم ما برنامه‌های یوتیوبی خودمون هم که راه میندازیم بتونیم مخاطبین بیشتری رو داشته باشیم. شما رو به یزدان پاک میسپارم. بذار ببینم اگر دوستان سوالی دارن من یکی دو تا پرسش رو هم جواب بدم و بعد بریم. آقای داریوش عزیز با پروفایل زیبایی که از طرح روی جلد کتاب رفیق آیت الله گذاشتن
گفتن تبریک میگیم این پیروزی بزرگ رو، خیلی ممنونم، پیروزی همه شما عزیزان بود، یعنی من که کتاب رو نوشتم و تیمی که کمک کردن به من تا این کار تحقیقاتی بزرگ رو انجام بدم و همه شما عزیزانی که خط بایکوت رسانه های فارسی رو شکستید و تونستید از طریق شبکه های اجتماعی پیام این کتاب رو برسونید، پیروزی برای همه ما عزیزان بود در کنار همدیگه و ممنونم از همه شما. دوستان زیادی اظهار لطف کردن. آتنا، اما ایمانینیا نوشتن که آقای مسعود صدر، جناب صدر از شما برای حضور در تیوی پارس دعوت کرد، شرکت میکنید. من هفته‌های گذشته در خدمت ایشون بودم توی چند تا برنامه و حتما امروز هم شنیدم که درباره کتاب رفیق آیت الله صحبت کردن، خیلی ازشون ممنونم و حتما در خدمتشون خواهم بود. حالا اگر برای هفته‌های آینده دعوت بکنن حتما توی برنامه‌شون حاضر خواهم شد. دارم مسیج‌ها رو سعی می‌کنم بخونم اگر پرسشی دوستان دارن که بتونم پرسش‌ها رو جواب بدم. مایکل پتروس گفته سیاوش جان همواره موفق و سربلند باشی، بدرود. برخی از دوستان هم مسیج‌هاشون رو من واقعا نمی‌فهمم. ایوب کاظمی گفته در ترکیه و ایران هم کتاب رو میشه تهیه کرد. ایوب جان بله، دوستانی هم که میخوان در ترکیه، نسخه‌های معدودی از کتاب توی ترکیه وجود داره، اگر دوستان میخوان میتونیم اون رو در اختیارشون بذاریم. در ایران هم در مقیاس بسیار گسترده کتاب داره از معدود کارهای بدیه که ناراحت نیستم ازش، راستشو بخواید. کسایی که دارن یواشکی کتاب رو منتشر میکنن میدونم چقدر کار خطرناکی دارن میکنن، حتی اگر منفعتی هم ازش میبرن. کتابایی که تو ایران چاپ میشه هیچ سودی به من نمیرسه، کما اینکه کتابایی که بیرون ایران هم چاپ میشه سودی به من نمیرسه ازش. ولی بعد بگم دستتون درد نکنه، عزیزانی که توی ایران هم من شنیدم، هر هفته دارم میشنوم انتشاراتی های مختلف تو شهرهای مختلف ایران دارن تو مقیاس زیاد 3000 تا 5000 تا این کتاب رو چاپ میکنن و زیرزمینی دارن به فروش میرسونن. توی دو جلد هم گذاشتن که چون خیلی حجم 700 صفحه است، دو جلد 340-50 صفحه هر کدوم این کتاب رو گذاشتن و دارن به فروش میرسونن. و سیامک محمد گفته که از حالا به بعد خیلی بیشتر باید مواظب خودت باشی سیامک جان. من روی بارها گفتم روی دندونهای کرکودیل جمهوری اسلامی قدم میزدم اون موقعی که توی زندانهای حکومت بودم، الان که دیگه این ور رودخونه شرایط خیلی امنه و از لحاظ امنیتی هم نگران نباشید، من کاملا تحت نظر هستم توسط سازمانهای امنیتی و رژیم جمهوری اسلامی به این راحتی دستش به من نخواهد رسید. حامد نصیری ناصری درباره تقسیم قدرت در ایران بین انگلیس و روسیه نظری دارید؟ این بحث ها بحثایی که حالا اجازه بدید توی برنامه های دیگه ما مفصل در این مورد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. شهزاد کیهانی هم گفته زنده باشی، خیلی متشکر از شما، سپاس همه عزیزان از لطف و محبتی که دارید. تا پس فردا که به اتفاق خسرو فربهر عزیز توی یک برنامه فیسکایپ دیگه با شما عزیزان خواهیم بود، بدرود. پاینده ایران و تبریک میگم به همه شما عزیزان، یک پیروزی بزرگ دیگر رو برای در پیمودن مسیر دشوار آزادی در ایران عزیزمون. پاینده ایران و بدرود.